سلام، خوش اومدید به ویدیو ما. من محسن هستم از شرکت Fortune Group of Companies. امروز می‌خوایم درباره یه اصطلاحی صحبت کنیم که در ویدیو قبلیمون اونو به کار برده بودیم به نام Urban Regeneration، یعنی بازسازی شهری. خب این طرح چه فوایدی داره و شامل کدوم یکی از مناطق استانبول میشه؟ قبل از اون بیایم یه نگاه تاریخی به استانبول داشته باشیم. در دهه 19 میلادی جمعیت استانبول کمتر از 1 میلیون بوده، اما در سال 2000 نزدیک به 11 میلیون، یعنی چیزی حدود 11 برابر شده. این افزایش جمعیت دولت رو به این فکر انداخته که چاره‌ای بیندیشه و این طرح رو بیان کرده که در اون با حفظ آثار قدیمی و آسیب نزدن به طبیعت و همچنین در نظر گرفتن صرفه اقتصادیش و یا برگشت سرمایه، تغییراتی رو در استانبول ایجاد کنه که مردمش بتونن راحت‌تر زندگی کنن، کسب و کار بهتری داشته باشن و همچنین توریست‌های بیشتری بتونن وارد کشور بشن. این 6 منطقه مناطقی هستن که در 300 سال گذشته به نوعی مرکز استانبول حساب می شدن، تراکم جمعیت بالایی دارن، اماکن تاریخی و قدیمی درشون زیاده و همچنین غالباً ترک نشین هستن و همه اینها میشه گفت در 25 کیلومتری هم قرار دارن و میتونه یه مجموعه بزرگی از استانبول تشکیل بده. مناطق دیگه هم هستن مثل اسنیورت یا بیلیکدوزو که خب این مناطق به خاطر دور بودنشون از این مراکز، همچنین نبودن بافت تاریخی درشون، میشه گفت بازدهی سرمایه بالایی ندارن. این مناطق 6 منطقه‌ای که به شما گفتیم شامل تکسیم، نیشانتاشی، کادکوی، ایوب سلطان، کایتانه و بومونتی هستن که هر 6 تا این مناطق در حال حاضر این طرح درشون پیاده شده یا در حال انجامه. یعنی اینکه اگر شما در این مناطق بخواید زندگی کنید همراه خانواده‌تون، این مناطق به خاطر مقدار بالای افراد ترکی که در اینجا زندگی میکنن از امنیت بالاتری برخورداره، همسایه خودتون رو میشناسید و همین که دولت این مناطق رو به خاطر ترک نشین بودنشون در اولویت قرار داده و اگه قرار تهی ایجاد بشه و یا تغییری ایجاد بشه این مناطق زودتر از همه درشون ایجاد میشه. برای شما که سرمایه گذار خارجی هستید و قصد اومدن به استانبول رو دارید و یا میخواین اینجا زندگی کنید، ما باید سعی میکنیم روزانه به این پروژه ها و این مناطق بریم، از اونا برای شما فیلم برداری کنیم، اطلاعات جمع آوری کنیم تا اینکه شما بتونید خیلی راحت تر تصمیم بگیرید. در آخر این که برای ارتباط با ما میتونید از واتساپ ما با ما در ارتباط باشید یا به وبسایت ما یا یوتیوب و یا فیسبوک ما سر بزنید. ویدیو بعدی ما را از دست ندید.